سلام علیکم دوملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکن، چهره ها شونده میشکن، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است؟ یعنی جایز است اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش رو میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرگ شاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام اون زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیک اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیک احترام شوهر را به جا بیارند. در جای کسمتیک وقتی که شوهر پاشد در همو پاگه خانه کمان، با یک چهره خندان، با یک توقعه کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشان همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زنی خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش می مالد، چی در لبهاش می مالد، عاقبت باید زلال می دهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون هست. چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنید، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنید، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعت 3 و 4 خیز به سوی خدای خود زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن بشود که تمام این کسمتیکه های دنیای همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگرچند که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معنوش پر ره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتاری الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. این معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن دکار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخونم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او بادا کفیده، حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل را کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آبی دیده کور بهتر، برای این همه کور بودن بهتر بود. نریزد آبی دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف،
به حلق کشته دنیا رسم حج. دنیای انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طلا و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. یعنی این حضرتم یعنی مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بی نمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم، میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد، درست است یا نه؟ داملا از شما یک کفته های نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند، درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند، خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد.